گیلاسیا سلام، امروز میخوام یه فیلم تریلر رو روانشناختی خفن به اسم امتحان یا اگزام رو ببینیم که محصول سال 2009 انگلستان است و نمره 6 و 8 IMDb رو به خودش اختصاص داده. با اینکه بودجه کل فیلم حدود 600 هزار دلار رو تماما توی یه اتاق خیلی کوچیک اتفاق میفته، یکی از بهترین های سینمای انگلستان و امیدوارم ازش لذت ببرید. حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه تا آخرش به من فوش ندید. فیلم با نمایش 8 نفر شروع میشه که در حال آماده کردن خودشون برای شرکت تو آزمون یه شرکت خیلی بزرگ و خفن هستن. این کاندیداها جملات انگیزشی به خودشون میگن و حسابی ظاهرشون مرتب میکنن بلکه تو آزمون قبول شن. اتاق آزمون رو میبینید که غیر از چند تا میز و صندلی، دوربین و چراغهای خیلی محدود چیزی توش وجود نداره. کاندیداها سر جاشون میشینن و یه نگهبان با تفنگ به اتاق میاد تا اونا رو زیر نظر بگیره. دیدن همچین سیستم امنیتی یکم همه رو نگران میکنه تا چند لحظه بعد که مرد دیگه ای هم وارد اتاق بشه. این مرد اسم خودش رو نمیگه، فقط اعلام میکنه من ناظر آزمون شما هستم. بعدم به کاندیداها میگه شما خیلی سخت کشید تا به این مرحله برسید و اگه قبول شید استخدامید. حالا متوجه میشیم که همشون قبلتر هم مصاحبه شدن و کلی مورد بررسی قرار گرفتن. یعنی اینطوری نیست که تنها راه ورود به شرکت همین یه آزمون باشه. ناظر آزمون میگه که توی این اتاق هیچ کدوم از قوانین پلیس و کشور برقرار نیست و شما فقط باید قوانین امتحان رو رعایت کنید. قانون اصلی اینه که شما حق ندارید با نگهبان یا ناظر امتحان هیچ صحبتی بکنید. علاوه بر این اگه کاغذ امتحانتون از بین بره یا با پای خودتون از اتاق خارج شید، رد میشید و کارتون تمومه. در آخر هم میگه 80 دقیقه برای امتحان وقت دارید و فقط یه دونه سوال توی برگه جلوتون هست که باید جوابشو بنویسید. بعد به همه میگه کسی سوالی داره که هیچ کس حرفی نمیزنه و با فعال کردن تایمر برای همه آرزوی موفقیت میکنه و از اتاق میره بیرون. کاندیداها با استرس برگه آزمون میچرخونن ولی میفهمن پشت برگه کاملا سفیده. همشون با تعجب به هم نگاه میکنن و زمان هم داره میگذره. همشون هر لحظه استرس بیشتری میگیرن. کاندید شماره 2 مدادشو برمی‌داره و شروع میکنه به نوشتن اینکه چرا باید این شرکت استخدامش بکنه. اون همه ویژگیاشو مینویسه تا چند لحظه بعد که دوربین اتاق روی برگه زوم میکنه. همین لحظه به نگهبان اتاق دستور میده که این دختر از اتاق بندازه بیرون چون برگه خودشو خراب کرده. دختر بیچاره هم التماس میکنه بهش شانس دیگه بدن اما نتیجه نداره و امتحان رد میشه. کاندید شماره 5 رو میبینیم. اون یه دفعه متوجه میشه قانون امتحان این بود که نباید با نگهبان یا ناظر صحبت بکنن. پس حرف زدنشون با هم ایرادی نداره و اینو به همه میگه. همشون فکر میکنن که شاید جواب امتحان رو باید با همکاری هم پیدا کنن و شروع به بحث کردن راجع به شرایط میکنن. همشون نگران زمان از دست رفتن در حالی که کاندید شماره 1 سر جاش نشسته و هیچ صحبتی نمیکنه. یکی دیگه از کاندیداها پیشنهاد میده برای هم یه اسم مستعار بذارن تا بتونن همو صدا کنن و از طرف یه موقع با فاش شدن اسم واقعیشون از امتحان رد نشن. اون اسم کاندید شماره 1 رو میذاره ناشنوا چون هیچ صحبتی نمیکنه. اسم خروش دو تای دیگه از ارفوده به خاطر رنگ پوستشون و جدا از بحث نژاد پرستی میذاره سیاه، سفید و قهوه‌ای. اسم سه تا دختر باقی مونده به خاطر رنگ موهاشون میذاره بلوند، خرمایی و تیره. بعدش هم میگه ما میتونیم از جامون پاشمو دنبال جواب بگیریم چون قانونی نمیگفت که نتونیم. سفید از جاش بلند میشه که با عدم رد شدنش همه خیالشون راحت میشه. دختر خرمایی میگه به نظرم سوال با خودکار نامرئی روی برگه نوشته شده و فقط ما نمیبینیمش. بقیه هم تصمیم میگیرن این تئوری رو قبول کنن اما هیچ راهی برای خوندن متن نامرئی به ذهنشون نمیرسه. دختر خرمایی برگشت جلوی چراغ اتاق میبره بلکه چیزی ببینه اما بازم هیچی معلوم نمیشه. اون همچنان سر حرفش هست و میگه بیایید هممون یه بار امتحان کنیم، شاید سوال فقط توی یکی از این برگه‌ها نوشته شده. همه هم بهش گوش میدن غیر از ناشنوا که هنوز سر جاش نشسته. سفید میاد طرفش و برگشت به جای اون چک میکنه ولی بازم چیزی معلوم نیست. سیاه پیشنهاد میده که شاید متن رو میتونیم با نور ایکس ری یا یووی ببینیم و همشون شروع به گشتن کلیدی میکنن که شاید نور اتاق به نور یووی تبدیل بکنه. بازم چیزی پیدا نمیشه و تصمیم میگیرن به گشتن ادامه بدن بلکه یه نور یووی تو خود اتاق موجود بشه. همه دارن تقلا میکنن در حالی که ناشنوا همچنان سر جاش نشسته و فقط با استرس به برگشت زل زده. همین لحظه بلون متوجه وجود چراغای اضطراری توی اتاق میشه که همشون نور یووی دارن. فقط مشکل اینه که برای روشن کردنشون دکمه ای نیست و تنها در صورت شکستن همه چراغای دیگه فعال میشن. قهوه‌ای میگه اگه چراغا رو بشکنیم شاید به لوازم شرکت آسیب برسونیم و برامون مشکلی ایجاد شه و رد شیم. بعد این پیشنهاد رو به رای گیری میذارن و همه قبول میکنن ریسکش رو به جون بخرن چون معتقدن تنها راه دیدن متن سوال همینه. همه چراغا شکسته میشه و نور اضطراری اتاق به کار میفته. کاندیداها برگشتشون چک میکنن اما بازم هیچ چیزی توی برگه‌ها نیست. خرمایی میگه روی چراغای اضطراری یه لایه دیگه هم وجود داره، بیایید اونا رو هم بشکنیم شاید سرنخ پیدا شه. با شکستنش نور اضطراری به نارنجی تغییر میکنه اما بازم هیچی روی کاغذ معلوم نمیشه. تنها 60 دقیقه به پایان وقت مونده و سفید با استرس داره قدم میزنه و از همه میخواد به راه حرف فکر کنن. یه دفعه فکر دیگه ای به سر
آتش میزنه و میگه ما میتونیم با برگه کاندید شماره 2 که همون اول رد شد هر کاری دلمون میخواد بکنیم و روش تست انجام بدیم. همه دور یه میز جمع میشن و سفید سعی میکنه با کشیدن مداد روی برگه اون جواب پیدا کنه، اما بازم نتیجه نمیگیره. این دفعه برگه کاندید شماره 2 رو به چند قسمت مساوی پاره میکنه و به هر کس میگه یه چیزی رو امتحان کنید. پیشنهاد خودش اینه که شاید با دستشویی کردن روی کاغذ چیزی پیدا شه، اما حتی این کارم نتیجه نمیده. حالا همه استرسشون بیشتر شده و بین سفید و سیاه یه تنش شکل میگیره. دارن بحث میکنن که با شنیدن صدای دعواشون تمام میشه. ناشنوا رو میبینیم که داره گریه میکنه و همه متوجه شدن. اون انگار حال رویش خیلی بده و چند تا جمله به فرانسوی یکی کسی متوجه نمیشه. بعد خیلی آروم به همه میگه این کاغذا دارن تصویر خود ما رو بهمون نشون میدن. بقیه فکر میکنن مرد دیوونه است و بی‌توجه بهش بحث خودشونو ادامه میدن. وقتی هیچ کسی حرفی نداره، سکوت توی اتاق حکمفرما میشه که قهوه‌ای شروع به حرف زدن میکنه. اون میگه به نظرم اصلا اینجا امتحانی وجود نداره. تئوری قهوه‌ای اینه که اعضای هیئت مدیره این شرکت خفن یه بازی مسخره رو انداختن و همه این کاندیداها رو عضو بازی کردن. قهوه‌ای معتقد اونا شرط بندی کردن که کدوم یکی از کاندیداها زودتر زیر بار این فشار کم میاره و کنار میکشه تا سرگرم شن. خرمای مخالفت میکنه و میگه قطعا اعضای شرکت به این خفنی کلی کار دیگه دارن تا اینکه بخوام بشینن ما رو ببینن. قهوه‌ای بازم به تئوری خودش پافشاری میکنه و میگه پول و کار برای افراد این شرکت اصلا معنی نداره، اونا برای سرفتن حوصله شون حاضرن هر کاری بکنن. کم کم یخ بقیه هوا میشه و هر کس یه تئوری از خودش در میکنه. بعضیا معتقدن ناظر امتحان هم پشت این قضیه سو داره بهشون میخنده. یکیشون میگه اصلا اون ناظر امتحان همون مدیر عامل شرکته. این تئوریا میان وسط و کم کم بین همه کاندیداها دعوا شکل میگیره. اونا تئوری همدیگر رو مسخره کردن میگیرن و همین باعث فحش و توهین میشه. دختر تیره میگه غیر ممکنه مدیر عامل شرکت اینجا باشه، چون اون حق کامل شرکت رو به نام خودش زده و هیچ کس دیگه ای سهامدارش نیست و خیلی سرش شلوغه. حالا بقیه به تیره شک میکنن چون با این حرفش انگار خیلی اطلاعات زیادی راجع به شرکت داره. قهوه با کنجکاوی میپرسه چطوری انقدر راجع به مدیر عامل میدونی؟ که دخترم جواب میده من خیلی وقت کارمند این شرکتم، من تو منابع انسانی کار میکنم و برای ترفیع گرفتن تو این آزمون شرکت کردم. در آخرم میگه با اینکه این همه کارمند شرکت بودم تا به حال مدیر عاملشو ندیدم و کلا خیلی کم پیش میاد که کسی باهاش روبرو شه. با شنیدن این حرف سفید هم شروع به صحبت میکنه و بقیه متوجه میشن در حالی که همشون برای استخدام تو این شرکت درخواست پر کردن و مصاحبه شدن، خود شرکت به سفید پیشنهاد کار داده تا برای مصاحبه و آزمون بیاد. یعنی خیلی آدم خفنیه. بعد از بقیه صحبت ها همه کاندیدا میفهمن تنها وجه مشترکشون اینه که هیچ کدوم اطلاعی از کار شرکت و اینکه شرایطش چجوریه ندارن، فقط به خاطر درآمد بالاش و اسم معروفش درخواست دادن و الان هم اینجان. تیره که قبلا برای شرکت کار کرده توضیح میده که کار اصلی این شرکت که اسمش هم بیراک هست داروسازیه، یه شرکت با ارزش میلیاردها دلار و خیلی مشهور. چند سال قبل که یه بیماری جهانی خطرناک شروع شده بود، این شرکت اولین درمانش پیدا کرد و کلی آدم نجات داد. درآمد سالیانه این شرکت حدود 20 میلیارد دلار و همه اینا فقط به خاطر هوش زیاد مدیر عامل اصلی شرکت اتفاق افتاده. با شنیدن این حرفا سیاه میگه شاید این شرکت دارویی برای بیماری بزرگی که الانم جهانو خیلی درگیر کرده داشته باشه و برای همین داره نیروی جدید استخدام میکنه. خرمایی با شنیدن این حرف یلفه هیجان زده میشه و از تیره سوال میکنه واقعا دوایی براش پیدا کردن یا نه. سفید همین لحظه به خرمایی مشکوک میشه و بهش میگه نکنه تو هم به این بیماری مبتلا شدی. خرمایی هم میگه نه من کاملا سالمم و بحث عوض میکنه. ایده دیگه‌ای هم به سرش میزنه و سمت نگهبان میره. قانون این بود که با نگهبان صحبتی نکنن ولی جایی نگفته بود نزدیکش نشید. خرمایی از جیب نگهبان یه فندک برمی‌داره و میاد وسط اتاق. اون قصر سیستم اضطراری آتش‌سوزی اتاق فعال کنه بلکه با ریختن آب روی کاغذها سوالا پیدا بشه. خرمایی روی میز میره ولی دستش به سقف نمیرسه که سفید بهش کاغذ میده تا با آتش زدن سیستم فعال کنه. خرمایی کاغذ آتش گرفته رو میگیره بالا و آب پاش اتاق فعال میشه ولی هیچ کدوم از برگه‌ها بازم چیزی نشون نمیدن. چند ثانیه بعد نگهبان سمت خرمایی میاد. اون با باز کردن کاغذ آتش گرفته شماره خودش رو میبینه و متوجه میشه با نامردی سفید برگه خودش رو نابود کرده و حالا اخراج شده. خرمایی با عصبانیت شروع به فحش دادن به سفید میکنه اما نگهبان بی توجه به چیزی که میگه اونو بیازه بیرون. سیاه که از این کار سفید به شدت عصبی شده میاد سمتش تا دعوا راه بندازه و با عصبانیت بهش میگه یه جور میزنمت که چشات خاموش شن. یه دفعه چراغای اتاق خاموش میشه. قهوه‌ای با هیجان میگه چراغای اتاق سیستم صوتی دارن و باید حواسمون باشه چی میگیم که یه موقع اشتباه اتفاق نیفته. همین لحظه ناشنوا دوباره با صدای بلندتر گریه میکنه. سفید که فهمیدیم چه آدم عوضی و نامردی جلوی ناشنوا میشینه. شروع به فحش دادن تحقیر و تهدیدش میکنه و وقتی بهش میگه کاغذ تو بخور، ناشنوا که خیلی ترسیده گوش میده و با جویدن کاغذ امتحانش حذف میشه و نگهبان اونو میبره بیرون. سیاه دوباره عصبی میشه و به سفید میگه تو خیلی آدم عوضی و نامردی، اما سفید میگه شما باید ازم ممنون باشید که رقیباتون رو خیلی راحت حذف کردم. بعدم میگه من فهمیدم سوال چیه اما به هیچ کدومتون نمیگم. سیاه که دیگه خیلی رد داده با یه مشت سفید رو به زمین میندازه و بیهوش میکنه. بعد همشون اونو به صندلی میبندن و با کرواتش جلوی دهنشو میگیرن که دیگه زهر نزنه. تنها نیم ساعت به پایان مونده و سفید به هوش میاد.
با تقلا کردنش دهنشو باز میکنن که میگه سری دارومو بهم بدید. اینجا میفهمیم سفید به همون ویروس جدیدی که کل دنیا رو درگیر کرده مبتلا شده و باید هر ساعت یه دارو مصرف کنه تا زنده بمونه. سیاه شروع به گشتن جیبای سفید میکنه ولی وقتی هیچی پیدا نمیشه همه فکر میکنن اون یه دروغ سر هم کرده تا آزادش کنن. سفید همچنان سر حرفش هست و میگه یکی از شما نامردا داروی منو برداشت و الان ممکنه بمیره، فقط بهم پس بدیدش، حتی سوال امتحانم بهتون میگم. توری نمیکشه که سفید از حال میره و دست و پاش شروع به لرزیدن میکنه. بعضیا میگن داره ادا در میاره اما سیاه با دیدن حرکاتش میگه داره تشنج میکنه، یکی از عوارض همین بیماری و واقعا مریضه. 15 دقیقه مونده و همه شروع به گشتن اتاق میکنن ولی دارویی پیدا نمیشه. حالا به همدیگه مشکوک میشن و تیله به قهوه میگه تو داروی سفیدو دزدیدی. بعد میره زیر میزش نگاه میکنه و میبینه واقعا قرص به یه آدم چسبیده که یعنی قهوه این کارو انجام داده. تیله سعی میکنه قرصو به سفید بده ولی قهوه یه دفعه میاد جلو و پرت کردن قرص به دریچه کف اتاق جلوشو میگیره. همه با نگرانی تلاش میکنن دارو رو بردارن اما موفق نمیشن. تیله خیلی استرس بیشتری میگیره و بدون فکر کردن به چیزی میره جلوی دوربینو درخواست کمک میکنه. همین لحظه نگهبان میاد جلو و این دختره به خاطر حرف زدن با ناظر امتحان اخراج میکنه. بلون موفق میشه با یه گل سر دارو رو بیاره بیرون و برای نجات دادن جون سفید دستش هم باز میکنه. وقتی سفید سر حال میشه ازش سوالو میپرسن که اونم میگه سوال امتحان خود ماییم. به نظرم آخرین کسی که باقی بمونه قبول میشه. همه به نظرشون خیلی منطقی میاد، همو نگاه میکنن اما سفید با گفتن این حرف یهو شروع به دویدن سمت نگهبان میکنه تا تفنگشو برداره. سیاه جلوشو میگیره و خودش تفنگو میگیره دستش اما سفید با یکم چرب زبونی میاد جلو و دوباره ازش سلاحو میگیره. وقتی میخواد شلیک کنه میفهمه تفنگ تنها با اثر انگشت فعال میشه و برای همین با استفاده از دست نگهبان اونو سمت بقیه نشونه میگیره. بعد تهدید میکنه که با پای خودتون از اتاق خارج شید وگرنه شلیک میکنم. قهوه‌ای با دیدن این صحنه واقعا میترسه و برای نجات جون خودش از اتاق میره بیرون و اونم حذف میشه. بلوندم پشت سرش میره سمت در ولی قبل از خروج یه دفعه داد میزنه چراغا خاموش. سیستم صوتی نور اتاق قطع میکنه و سفید که نمیتونه جایی رو ببینه همینطوری الکی چند تا تیر میزنه. چراغا دوباره روشن میشن و میبینیم که سیاه گلوله‌ای به شلیک شده و روی زمین افتاده. سفید با گشتن بقیه اتاق میفهمه بلوندم هنوز یه دونه از پاشو توی اتاق گذاشته، یعنی همچنان حذف نشده. همین لحظه تایم آزمون روی دیوار تموم میشه ولی هیچ اتفاقی نمیفته که سفید با عصبانیت میره جلوی دوربین و میگه من برنده شدم چون همه رو بیرون کردم. نگهبان میاد سمتش با گرفتن ساعت موچی جلوی سفید نشون میده که هنوز 20 ثانیه باقی مونده اما چون با ناظر امتحان صحبت کرده خودش حذف شده. اینجاست که میفهمیم ناشنما وقتی همه داشتن با هم دعوا میکردن ساعت اتاقو دستکاری کرده بود تا یکم جلوتر بره. تنها کسی که باقی مونده بلوند و با برداشتن عینک ناشنما و نگاه کردن به برگه اون میبینه که روی کاغذ نوشته شده سوال اول ولی بقیه متن سوال رو نمیبینیم. همین لحظه ناشنما به اتاق برمیگرده و اینجا متوجه میشیم خودش مدیر عامل اصلی شرکت و کله گنده ترین آدم این سازمانه. خودش رو امتحان بوده تا مراقب همه باشه. بلون میاد سمتش و یه دفعه میگه نه. ناظر امتحان و مدیر عامل میاد سمتش و با خوشحالی بهش تبریک میگن که جواب سوال رو درست داده. اینجا متوجه میشیم اول امتحان ناظر بعد از توضیح دادن قوانین به همه گفت کسی سوالی داره و هیچ کس جواب نداد. سوال امتحان دقیقا همین جمله بود. همه این امتحان برای تست کردن هوش کاندیدا بود و هیچ کس غیر بلون نتونسته درست جواب بده. ناظر و مدیر عامل بلوند به عنوان منشی مدیر عامل شرکت استخدام میکنن اما در کمال تعجب دختر پیشنهاد رو رد میکنه. اون میگه من نمیخوام با سازمانی کار کنم که خیلی راحت یکی مثل سیاهو برای یه امتحان میکشه. ناظر به سمت سیاه میره با کنار زدن لباسش میفهمیم چیزی که به سیاه شلیک شده اونو نکشته. نوک گلوله تفنگ کپسولی وجود داشته که این شرکت به تازگی ساخته و به قدری قدرتمنده که میتونه حتی زخم گلوله رو تو کمتر از چند دقیقه کاملا درمان کنه. کپسولی که نه تنها این بیماری جدید جهانو درمان میکنه بلکه دوای تمام بیماری‌ها از جمله ایدز هم میشه. سیاه هم به هوش میاد و در آخر فیلم بلوم با دست دادن پیشنهاد کارو قبول میکنه و استخدام میشه. فیلم اگزم شاید خیلی ساده به نظر برسه ولی یکی از پیچیده ترین های سینماست. اولا که زمان کامل فیلم دقیقا با تایمر امتحان همخونی داره، یعنی رأس 80 دقیقه تایمر پایان میرسه و میبینیم که دقیقه 80 فیلم هم داریم تماشا میکنیم. به قدری جذاب ساخته شده که در تمام مدت بیننده هم تکاپو میکنه وقتی متوجه سوال امتحان بشه. موضوع کلی فیلم هم جوریه که میشه بهش توی یه بعد دیگه نگاه کرد، اینکه سیاه سفید قهوه‌ای رو در کل تمام قشرهای جامعه حتی مرد و زن سعی میکنن با کمک به هم نتیجه مشترکی بگیرن اما در آخر هر کس پی سود خودش رو حتی حاضر دیگران رو بکشه تا نتیجه کار به نفع خودش تموم بشه. شما چه فکری راجع به این فیلم میکنید؟ برام بنویسید. رفقا لایک سابسکرایب هم یادتون نره. روزتون هم گلسی.